دو حکومت هستند که سازمان مجاهدین خلق ایران توی اینها ممنوعه اعلام شده، یکی رژیم آخوندی و یکی دولت فعلی عراق. ولا غیر. همه دنیا میبینند که حتی در زمانی که مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بودند، حق بیان آزاد، حق تظاهرات، حق اجتماعات، حق فعالیت داشتند. لیست تروریستی به طور عمده انگشت میگذارد روی ویزا، یعنی ویزا نمیدهد، اجازه ورود نمیدهد و حساب مالی و نه چیز دیگر. برای همین وقتی که در سال 79-80 خودمون دولت انگلیس سازمان مجاهدین رو توی لیست ممنوع برد، بسیاری در این زمان گفتن که فقط دو جا هست که سازمان مجاهدین رفت توی لیست ممنوعش، یکی رژیم آخوندی و یکی انگلیس آقای جکسترا، که اون داستان ها گذشت. الان مجاهدین در دو جا ممنوع هستند، یکی حکومت فعلی عراق، بخش ولی فقیه در عراق، و دیگری خود ولی فقیه ارتجا. داشتم میگفتم که 6 سال پیش هم در همین ایام اون حکیم که سوابقش روشن است، سالهای سال یک مأمور دینپایه اطلاعات آخوندها و ستاد تروریستی امور عراق، ستاد نصر در قم تهران.